با وجود رقابت فزاینده میان آمریکا و چین در سالهای اخیر، آمریکا کماکان مقصد عمده پژوهشگران حوزه هوش مصنوعی و حدود 60% نهادهای فعال در هوش مصنوعی در آمریکا قرار دارد. در سالهای اخیر دو دانشگاه چین با چند پله ارتقا خود را در میان نهادهای برتر تحقیقاتی جهان در حوزه هوش مصنوعی قرار دادند، اما عمده نهادهای تحقیقاتی برتر جهان آمریکایی هستند، از جمله دانشگاه‌های استنفورد، MIT، کارنگی ملون، برکلی کالیفرنیا و شرکت‌های گوگل، مایکروسافت و متا. از 15 شرکت بزرگ هوش مصنوعی، 4 شرکت در شرق آمریکا و 7 شرکت در غرب آمریکا جای دارند که 5 شرکت از آنها در کالیفرنیا است. به سان فرانسیسکو بریم برای گزارش امیر گیتی، ببینیم چطور سان فرانسیسکو به پایتخت هوش مصنوعی آمریکا تبدیل شد. سیامک، خب به هر حال نه تنها سان فرانسیسکو، کلن ایالات متحده در زمینه هوش مصنوعی یکی از کشورهای پیشتاز هست در دنیا. اون هم به دلیل اون امکاناتی است که شرکت‌هایی که میخوان در این حوزه کار بکنن در آمریکا خواهند داشت، چه از نظر سرمایه‌گذاری‌ها گرفته، چه از نظر به هر حال حمایت‌هایی که دولت فدرال از اونها میکنه. من این سوال رو از کاوه سنمار پرسیدم و همچنین از نیما اصغربیگی، دو نفر، دو ایرانی که خودشون در زمینه هوش مصنوعی شرکت‌ها و مؤسسات خودشون رو دارن. ببینیم اونها چه پاسخی به ما دادند. چیزی که اینجا رو شگفت انگیز میکنه و اینو از تجربه خودم با استارتاپ ها میگم اینه که اینجا واقعا از ریسک کردن حمایت میکنه. اگه یه استارتاپی به اینجا بخوای بزنی، میتونی پولش رو پیدا کنی یا چیزای جدید رو امتحان کنی، میتونی ساختارهای قانونی داشته باشی که از کارت محافظت کنه، در حالی که جاهای دیگه دنیا این امکانات نیست. اینجا پر از استعداداییه که برای ساخت شرکت های تکنولوژی اومدن، برای همین ساختن یک تیم قوی آسونه. این اکوسیستم اینجا واقعا بی‌نظیره و جاهای دیگه نمیتونن تقلیدش کنن. یک دلیل بزرگش به نظرم اینه که این فرهنگ باز بودن به ایده های مختلف و اینکه خیلی دیدن زاویه های مختلف فکر کردن به یک مسئله، این باز بودن به اینکه بتونیم ایده های مختلف رو آزمایش بکنیم و شرایطی فراهم بکنیم که آدم های مختلف بتونن روی ایده های مختلف کار بکنن و این سیستم سپورتی که وجود داره که حمایت میکنه از در واقع کارآفرینان. از امیر گیتی بشنویم آیا آماری وجود داره که چه تعداد متخصص ایرانی در حوزه هوش مصنوعی فعال هستند؟ کلن ایرانی ها نه تنها در مورد هوش مصنوعی، در مورد بقیه فناوری ها هم خیلی در سیلیکون ولی و ایالات متحده فعال هستند. حالا هوش مصنوعی دیگه حوزه جدیدی است که ایرانیان زیادی در اون فعالیت دارن و دارن مؤسسات خودشون رو یا استارتاپ هایی رو که بر پایه هوش مصنوعی هستش رو برنامه‌ریزی میکنن و جلو میبرن. من از کاوه سنمار و نیما اصغربیگی پرسیدم که دلیل این حضور چشمگیر ایرانی ها چه در قول های بزرگ فناوری نظیر گوگل و آمازون و فیسبوک اپل چی هستش و اینکه چرا در زمینه هوش مصنوعی اینقدر ایرانی ها علاقه از خودشون نشون دادن. ببینیم که چه پاسخی به ما دادن. آره، ایرانی ها همیشه تو این زمینه پیشرو بودن. خب دلیلش هم اینه که ما ایرانی های زیادی توی مهندسی، تکنولوژی و ریاضی داریم. اگه به شرکت های مهم مثل گوگل، اوپن ای آی و فیسبوک نگاه کنین، ببینین که کلی ایرانی دارن این تکنولوژی ها رو جلو میبرن. من خودم جزی از این نوآوری بودم. دیدن این چیزها و تأثیری که هر روز رو جامعه میذاره واقعا هیجان انگیزه. وقتی نگاه میکنین به grad schools، یعنی دانشگاه های مختلف در سطح کشور توی US، میبینید که تعداد ایرانی هایی که اینجا هستند به نسبت جمعیت کشور ایران یک خیلی بیشتر هست از اون اوریجی که شاید انتظار داشته باشیم نسبت به مثلا کشورهای دیگه. و خب این نشون میده که یه خواستی هست که بچه های ایرانی از ایران میان بیرون و دنبال پیشرفت تحصیلی و پیشرفت کاری میان به کشوری مثل US و خب بعد اینا وارد اینداستری مختلف میشن و میتونن کانتریبیوت کنن به پیشرفت تکنولوژی و
حالا ای آی. در نتیجه شاید فکر می‌کنم تعداد اینکه بچه‌های ایرانی زیاد هستن کلاً توی تکنولوژی شاید یه دلیلش این باشه. و ببینیم متخصصان ایرانی آمریکایی در حوزه هوش مصنوعی برای کمک به جوان‌ها در ایران چه قدم‌هایی برداشتن. جالبه، من وقتی که پرسیدم از این دو نفری که باهاشون مصاحبه میکردم، با کاوه سنمار و نیما اسقربیگی، در مورد اینکه چگونه ایرانی هایی که در حوزه هوش مصنوعی در سیلیکون ولی دارن کار میکنن میتونن به مردم ایران کمک کنن، پاسخ جالبی رو نیما اسقربیگی به من داد. بخش از پاسخ این بود که اصلا هوش مصنوعی کلا اومده که به کل بشریت کمک بکنه و بسیار از محدودیت ها رو برداره. مردم ایران هم از این قاعده مستثنا نیستن. اما من از یک سوال دیگه هم پرسیدم، اینکه چقدر حاکمیت ها میتونن هوش مصنوعی در آینده به کنترل خودشون در بیارن و آیا اصلا هوش مصنوعی محدودیت پذیر یا قابل کنترل. ببینیم پاسخهای جالبی رو هر دو عزیز به ما دادن، ببینیم که چه چیزی رو به ما در این زمینه گفتند. آره، این احتمالاً برابر کننده ترین تکنولوژی ممکنه، چون به همه تو دنیا دسترسی میده و در واقع مثل یک دسترسی 24 ساعته به اطلاعات میشه. یه چیزایی که میخوای یاد بگیری یا آموزشی که میخوای بهتر بشی، دیگه لازم نیست مثلا سیستم مدرسه‌ای داشته باشی که شاید اطلاعات پیشرفته تری تو آمریکا نسبت به ایران بهت بده. حالا میتونی همون نوع اطلاعات رو به دست بیاری یا اگه بخوای یه شرکت بسازی و این تکنولوژی ها رو توش به کار بگیری. خب این اتفاق تا حدی داره میفته، از این لحاظ که خیلی از کشورها به این فکر افتادن که ای آی خودشون رو بسازن، یعنی ای آی بسازن که با مثلا ارزش ها یا با محدودیت هایی که خودشون در نظر دارن مطابقت داشته باشه. و نهایتاً فهم میکنم امید این هستش که به سمتی بریم که AI بسازیم که، یا حتی چندین ورژن های مختلف AI بسازیم که در کل به امپاورمنت و آزادی دادن به انسان ها با اون هدف شکل بگیره و کمک بکنه. فقط در پایان بد نیست اشاره بکنم که من از هر دو نفر پرسیدم که در سال 2030 دنیا رو در کنار هوش مصنوعی کجا میبینن. پاسخهای جالبی شنیدم. کاوه سنمار دنیایی رو میدید از هوش مصنوعی که قرار هستش که تمام کارها رو به کمک انسانها بیاد، کمک بکنه به انسانها در حل بسیار از مشکلات و راحت تر بکنه کار انسانها رو. در کنار اون نیما اسقربیگی به من گفتش که ما باید در سال 2030 آماده ظهور AGI باشیم، هوش مصنوعی که میتونه همپایه و هم ردیف هوش انسانی عمل بکنه، تصمیم گیری بکنه، کار بکنه، یاد بگیره، تجربه آموزی بکنه و بعد به خلق شاید فناوری های جدیدتر از طریق هوش مصنوعی AGI برسیم. به هر حال اینها پاسخ‌هایی بودش که من گرفتم و باید منتظر موند ببینیم که آیا جهان در آینده اینقدر وحشتناک هستش که مخالفان هوش مصنوعی میگن، یا اینقدر دلچسب و زیبا که کسانی که به هر حال در حوزه هوش مصنوعی کار میکنن واقعا دارن که قرار هستش که هوش مصنوعی به کمک انسان ها بیاد. سیامک. ممنون. امیر گیتی بود از سان فرانسیسکو، جایی که به عنوان پایتخت هوش مصنوعی آمریکا ازش یاد میکنه.